شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. حال با جاوید روستاپور خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا با تماس هستیم که اونا در باره تازه ترین رویدادها در مورد افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور با عرض سلام. خب طالب میگن که 155 جریب زمین در شیرپور کابل مصادره کردن. اگر لطفا در این بار اول تر از همه معلومات بتین. با سلام وقت شما بخیر آقای شکیب. بله همان گونه که شما اشاره کردین وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که بیش از 155 جریب زمین را در منطقه شیرپور شهر کابل مصادره کرده. این وزارت در اعلامیه افزوده که این زمین ها از سمت شرق به سرک 6, 16 و 15 وزیر اکبرخان، از سمت غرب به کوچه قصاب ها، از سمت شمال به تپه وزیر محمد اکبرخان و از سمت جنوب به سرک شیرعلی خان متصل است. در اعلامیه وزارت عدلیه طالبان آمده است که متصرفان این زمین ها موفق به ارائه اسناد معتبر برای تثبیت ملکیت های خود نشدند. وزارت عدلیه طالبان همچنان مدعی شده که ساخت خانه ها و بلندمنزل ها بر روی این زمین ها بررسی شده خلاف برنامه های شهری بوده. در بخشی از اعلامیه وزارت عدلیه طالبان آمده که دستور تخلیه خانه های ساخته شده برای این زمین ها نیز صادر شده. گفتنی است که خانه های بیشتر مقام های حکومت پیشین از جمله عبدالرشید دوسته، معاون پیشین ریاست جمهوری بسم الله محمدی وزیر دفاع و شمار دیگر از سران حکومت های پیشین و اعضای مجلس نمایندگان یا پارلمان افغانستان در منطقه شیرپور کابل واقع شدند. وزارت عدلیه طالبان حدود یک ماه پیش نیز شهرک خالد بن ولید در ولایت بلخ را که بیشترین بلندمنزل های آنها مربوط به عطا محمد نور والی پیشین بلخ است نیز مصادره کرده بود. خب به تعقیب گزارش افزایش کشت خشخاش در افغانستان، گفتم ایشک که یک گروه کاری مبارزه با مواد مخدر به همکاری یونما در افغانستان تأسیس شده. بله؟ بله، دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که به تعقیب سومین نشست نمایندگان ویژه در دوحه قطر گروه کاری مبارزه با مواد مخدر را تشکیل داده است. یونما با نشر بیانیه همچنان از برگزاری نشست افتتاحیه این گروه کاری خبر داده است. بیانیه به نقل از رئیس نماینده ویژه منشی سازمان ملل متحد در افغانستان در این نشست که در این نشست به صورت آنلاین برگزار شده افزوده که مبارزه با مواد مخدر یک موضوع مهم برای افغانستان است که هم برای جامعه روستایی و هم برای صلح و ثبات منطقه نیز تاثیر می‌گذارد. یونما هرچند درباره اعضای این گروه کاری توضیحاتی بیشتر ارائه نکرده است، اما در بخشی از بیانیه آمده است که ایجاد این گروه کاری موضوعی از توصیه‌های ارزیابی مستقل ارائه شده و به شورای امنیت است تا روند تعامل منسجم‌تر، امانتر و ساختار یافته‌تر را با مقام‌های طالبان و به نفع مردم افغانستان دنبال کنند. گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در حال ایجاد شده است. سازمان ملل در گزارش تازه‌اش گفته که کشت خشخاش و تولید تریاب در افغانستان نسبت به سال 2023 در سال 2024 افزایش یافته است. طالبان هم این گزارش تازه سازمان ملل درباره افزایش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را رد کرده و گفتن گزارش واقعیت ندارد. بله، خب گفتم ایشه که طالبا صنفای آموزیشی که با کمک یونسف در مناطق دوردست بامیان فعالیت داشتن اینا را مسدود کرده. بله؟ منابع مردمی در ولایت بامیان گفتند که مقام‌های محلی طالبان صنفای آموزشی تحت حمایت صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف در این ولایت را مسدود کردند. با گفته این منابع مردمی، این صنفای آموزشی با حمایت مالی یونیسف و توسط مؤسسه انکشافی افغان و مؤسسه انکشافی و ابتکارات وطن برای دختران بازمانده از مکتب و پایین‌تر از صنف ششم ایجاد شده بود. با گفته خانواده‌هایی که فرزندانشان در این صنف‌ها درس می‌خواندند، این صنف‌ها به دستور رئیس معارف طالبان در بامیان بسته شده است. طالبان حدود یک هفته پیش هم در ولایت اروزگان نیز صنف‌های آموزشی که از طرف یونیسف و شورای پناهندگان ناروی تمویل میشد را مسدود کردند. همچنین پیش از آن صنف‌های آموزشی نهادهای کمک رسان در ولایت‌های هلمند و قندهار هم مسدود شده بود که برخی از مقام‌های محلی طالبان در قندهار دلیل این اقدام را تدریس مضامین خلاف رهنمود این گروه در صنف‌های آموزشی عنوان کرده بودند.
بله، خب طالبا میگن که چندین ساحه معدنی را به خاطر استخراج به داوطلبی گذاشتن. میشه که لطفاً در این باره یک مقدار معلومات بدین؟ وزارت معادن و پترولیم طالبان 16 ساحه معدنی را برای استخراج به داوطلبی گذاشته است. بر بنیاد اعلامیه داوطلبی که از سوی دفتر معاونت اقتصادی ریاست وزرای طالبان نشر شده، سه معدن طلا در بدخشان و کندوز، معدن سرب آهن و مس در ولایت غزنی و هرات شامل ساحات معدنی مورد نظر هستند. همچنین وزارت معادن پترولیم طالبان گفته است که ساحات معدنی سنگ مرمر در هرات، کاپیسا، میدان ورق، پروان، بامیان و زغال سنگ بادغیس و غور نیز به داوطلبی گذاشته شده است. این وزارت از داوطلبی داخلی و از داوطلبان داخلی و خارج خواسته است که در داوطلبی این معدن شرکت کنند. طالبان پس از دستیافتن به قدرت به طور گسترده به استخراج معدن و منابع طبیعی افغانستان رو آوردند که بیشترین که گفته می شود بیشترین مصارف دولت خود را از این طریق اینا قرار است که برآورده و روی دست گیرند، که مصارف دولت و بیشتر مصارف بازسازی و سرکسازی را گفتند که از طریق عوایدی که از معدن به دست می آورد در این بخش به مصرف می رسانند. بله، خب همچنان حکومت طالبان دو تفاهم نامه را در مورد خدمات مهاجرین با نهادهای خصوصی امضا کردند. اگر لطفا در این باره یک مقدار تفصیلات بتین. وزارت مهاجران و عودت کنندگان طالبان گفته است که به هدف ارائه خدمات به مهاجرین و برگشت کنندگان از کشورهای همسایه دو تفاهم نامه همکاری را با دو مؤسسه داخلی به امضا رسانیده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که این تفاهم نامه به ارزش 1,020,102 دلار و همچنین 3,763,000 افغانی با مؤسسه های رای توسعه و اجتماع و احیای روستاها امضا شده است. در خبرنامه وزارت آمده که بر اساس این تفاهم نامه ها مؤسسه احیای روستاها به هدف ارائه خدمات به مهاجرین در ولایت های هرات، فرا و غور 1,020,102 دلار را به مصرف خواهند رساند. همچنین خبرنامه افزوده که با هزینه 160,908 مهاجر خدمات دریافت خواهند کرد. از طرفی هم این وزارت تاکید کرده که مؤسسه رای توسعه و اجتماع بسته های زمستانی را به ارزش 3,763,000 افغانی در ولایت های کندز و بدخشان برای مهاجرین توزیع خواهد کرد. بله، خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا با شما ودا گفته و وقت خوش برتان آرزو میکنم. وقت شما هم خوش، خدا حافظ ناصرتان. میخواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را میگیرید گوش دهید.